آقای میر تشکر از وقتتان اخیرا ما شاهد افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان در داخل قلمرو آن کشور بوده ایم حملات گروه تا چه حد میتونه که امنیت و قابلیت امنیتی پاکستان را به آزمون بکشاند؟ تو uh, so تی, تی پی یا تحریک طالبان پاکستان دوباره ظهور کرده و در حال متوجه ساختن یک آزمون بزرگ امنیتی برای دولت پاکستان می باشد. پانزه سال قبل زمانی که این گروه اولین بار ظهور کرد توانست که در شمال غرب پاکستان در مناطق قبایل و در مناطق مثل سوات ساحات زیادی را بدست بیاورد و نفوذ کند. وضعیت امنیتی فیلی در عین مسیر در حرکت است. گروه تی, تی در حال نفوذ در بخش های جنوبی ایالت خربرپشتونخوا می باشد. برخی از فعال فعالیت های این گروه در اطراف سوات نیز جریان دارد این گروه تعداد انگشت شماری از حملات را در قلمرو اصلی پاکستان نیز انجام داده است بنابراین فعالیت طالبان در داخل پاکستان در کل در مسیر قوت گرفتن و ایجاد تهدیدات بیشتر برای دولت پاکستان در حرکت است ولی چیزی که این بار تهدید تی تی پی را متمایز می سازد قوت این گروه در آن طرف مرز یعنی در افغانستان می باشد در جایی که طالبان افغان برایشان شرایط پناهندگی دفکتوی سیاسی را مهیا می سازند بخش زیادی از رهبری این گروه در همانجا حضور دارد تی تی پی می تواند آزادانه استخدام کند می تواند گشت و گذار کند و پول جمع کند و این کار تی تی پی را در آینده به یک آزمون بسیار بزرگ برای دولت پاکستان مبدل می کند آقای میر شما با حضور تی تی پی در داخل قلمرو افغانستان اشاره کردین حکومت پاکستان نیز عین ادعا را داره ولی پرسش این است که به خاطر اثبات این ادعا چی اسناد و مدارکی وجود دارد و در قدم دوم اگر پاکستان به نام تی تی پی کدام اقدام نظامی را در داخل افغانستان انجام بده فکر میکنین که جامعه جهانی از پاکستان حمایت کنه you know, the, the پاکستان این ادعا را که تی, تی, پی در افغانستان حضور دارد اندک دیرتر کرده است جامعه جهانی از قبل گفته که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارد و در حال قدرت گرفتن در آن جامعه باشد ارزیابی قابل ملاحظه این موضوع از سوی گروه ناظر بر مبارزه ضد دهشت افغانی ملل متحد صورت گرفته و بسیار قبل گفته بود که TTP در حال قدرت گرفتن در افغانستان می باشد. فکر می کنم که ارزیابی حکومت های بزرگ دیگر ایالات متحده و حکومت های اروپایی نیز نشان میدهد که TTP در آنجا حضور دارد و این سند مهم برای اثبات این موضوع است در ارتباط به بخش دوم سوال شما که آیا جهان از عملیات نظامی پاکستان علیه TTP حمایت خواهد کرد یا نه می توانم بگویم که جامعه جهانی در اصول از فعالیت نظامی پاکستان علیه TTP در امتداد مرز و حتی اگر منجر به عدول از مرز میان افغانستان و پاکستان نیز شود انتقاد نخواهد کرد ولی در ارتباط با کمک مادی به پاکستان من علاقمندی زیاد را نمی بینم و جامعه جهانی توجه خود را از منطقه افغانستان پاکستان دور کرده است. علاقمندی زیاده برای سرمایه گذاری بر فعالیت های نظامی در این گوشه جهان وجود ندارد. پاکستان می گوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تحریک طالبان پاکستان نیز قوی تر شده. به نظر شما به خاطر رسیدگی به تهدید TTP پاکستان باید کدام گزینه را اختیار کند دیپلماسی یا مبارزه نظامی Yeah, look, I'm, I'm an من یک تلیلگر این موضوعات هستم نمیخواهم که برای پاکستان پیشنهاد کنم که چی گونه به این مشکل رسیدگی کند فکر می کنم این مربوط به پاکستان و تراحان سیاسی پاکستانی میشود تا تصمیم بگیرند ولی چیزی را که من به یقین گفتم میتوانم این است که ظهور مجدد تحریک طالبان پاکستان قوت این گروه و تهدید آن گروه تا حد زیاده با ظهور طالبان در افغانستان بستگی دارد طالبان افغان یک مثال قوی برای تی تی باشد و تی, تی پی فکر می کند که اگر طالبان افغان میتوانند که در برابر ایالات متحده و چل کشور دیگر و ائتلاف نظامی بین المللی ایستادگی و مقابله کنند و خواستهای سیاسی خود را به دست بیاورند پس تی, تی پی نیز می تواند که در برابر دولت پاکستان مقابله کند همچنان این حقیقتی که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تی, تی پی از پناهندگی سیاسی در آنجا لذت می برد و در شرایط به مراتب آزادتر از شرایط قبل از به قدرت رسیدن طالبان قرار دارند فکر می کنم که مشکل بزرگی دیگر است بنابراین اگر پاکستان می خواهد که به جدی به این مشکل رسیدگی کند و میزان خشونت در برابر مردم پاکستان و ملکی ها را در حد اقل نگه دارد باید با دقت در مورد خود در قبال افغانستان و روابط خود با طالبان افغان فکر کند و تصمیم بگیرد که چگونه می خواهد با طالبان افغان در تعامل باشد و چگونه می خواهد که یک نو فشار بر طالبان داشته باشد. با در نظر داشت نزدیکی میان تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغان شما آینده ی روابط میان اسلام آباد و حکومت طالبان در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ Uh, Pakistan Taliban tensions uh, are high. میزان تشنج میان پاکستان و طالبان بلند است و ادامه دارد. روابط از بسیاری جهات کاهش یافته است. پاکستان که در طول دو دهه گذشته از طالبان به حیث یک گروه شورشگر حمایت میکرد، انتظارات زیادی داشت. پاکستان فکر میکرد که طالبان از آنها حمایت میکند و از نگرانی ها و منافع آنها حمایت خواهند کرد. رهبری پاکستان رهبران نظامی و سیاسی آن کشور ظاهرا از طالبان عمیقا مایوسند. ما بینیم که پاکستان به عقب نشینی از برخی حمایت هایی که از طالبان میکرد آغاز کرده است پاکستان از حمایت سیاسی که در اواخر سال 2021 و در بخش از سال 2022 از طالبان میکرد عقب نشینی میکند ولی پرسش مهم این است که آیا پاکستان اقدام نظامی و به مانند حملات هوایی را در افغانستان انجام خواهد داد یا نه و امکان آن وجود دارد ولی احساس می کنم که در هر دو طرف برخی از افرادی وجود دارند که خواستار حفظ آرامشند در افغانستان فکر می کنم سراجالدین حقانی وزیر داخله حکومت طالبان است که ممکن بخواهد به نحو پاکستان را کمک کند در پاکستان نیز کسانی که از طالبان حمایت کردن خواستار حفظ آرامش و ادامه تعاملند بنان ما شاهد تعامل بیشتر و تلاش به خاطر اثرگیری دیالوگ در مورد موضوع تی, تی پی خواهم بود ولی با در نظر داشته این که تحریک طالبان پاکستان تا چی حد در تحقق اهداف خود تند عمل می کنند فکر میکنم که آینده روابط پاکستان و طالبان خوب نخواهد بود فکر میکنم که هر دو طرف در آینده از یک دیگر به طور فزاینده ناراضی خواهند بود در طول سال 2022 ما شاهد برخی از تشنجها ها میان طالبان افغان و حکومت پاکستان بودیم ولی با در نظر داشت سابقه روابط میان هر دو طرف برخی ها با این باور هستند که تشنج ها ساختکاری شده است نظر شما در این مورد چیست؟ من نیز این موضوع را شنیدم ولی این یک نظر است فکر میکنم در میان بسیاری از حلقات سیاسی به اعتمادی زیاد نسبت به سیاست پاکستان وجود دارد و مردم فکر میکنن که این یک درام است ولی فکر نمیکنم که چونین باشد فکر میکنم که تشانوج واقعی وجود دارد البته این چیز است که منابع من در هر دو افغانستان و پاکستان برایم میگویند هر دو طرف از که گفتم در هر دو طرف یک تعداد اندکی از افراد وجود دارند که خواستار نجات دادن این روابط و خواستار جلوگیری از تنازوی بیشترند